جنگ در افغانستان به یک واژه عادی مبدل شده است. پس از سقوط کندوز و اعزام هیئت برای یافتن حقیقت و برای برنامه ریزی دوباره و از بین بردن طالبان، در این اواخر باز هم فعالیت های طالبان در مناطق مختلف کندوز بیشتر شده است و در آخرین مورد مناطق و موضوعات کالا امروز بیشتر می تواند بحث برانگیز باشه. حملات طالبان برای قلعه زال و آقتپه می باشد. اما حکومت افغانستان قبلا بارها اعلام کرده بود که عملیات های متفاوت و گسترده ای را راه اندازی خواهد کرد تا طالبان را از کندوز برچیند. اما واقعا چه چیز باعث می شود که طالبان اینقدر فعالیتشان در کندوز گسترده شود و حکومت افغانستان چه برنامه برای نابودی طالبان در شمال دارد؟ فردین امنی هستم، میزبان امشب آماج. مهمانان من در این برنامه جناب آقای محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بانو فاطمه عزیز، عضو مجلس نمایندگان، و آقای جمال ناصر اصولی، آگاه مسائل سیاسی. مهمان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب رادمنش، واقعا حکومت افغانستان آنچه نیاز بود و آنچه باید انجام میداد آیا انجام داد و چرا طالبان از کندوز بساطشان برچیده نمیشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب وکیل صاحب و سلام بر جناب آقای اصولی و سلام بر شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیونی وزین شما. جنگ در افغانستان جنگ داخلی نیست. ما در برابر تروریست های قرار داریم که از کشورهای متنوع مثل ایغورهای چین، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه پاکستان و دیگر لشکرهای طیبه که در پاکستان هست و همچنین در کشورهای عربی و کشورهای شاخ افریقا، اینا همه تروریست‌های هستند که در یکی از کشورهای همسایه ما در اینجا تحصیل میکنند، تعلیم میبینند، تجهیز میشوند و بر علیه جمهوری اسلامی افغانستان در ولایاتی که اونجا برشان نفع میرسانه در اونجا حضور میابند. اما حکومت افغانستان هم به کمک ناتو و امریکا فعالیت میکنه. واقعا آنقدر این تروریست ها قوی هستند که امریکا و ناتو با حکومت افغانستان نمیتونه جلوشان رو بگیره؟ خب ببینین، جنگ جنگ است، اگر خرد باشه و یا بزرگ، ولی ما طوری که برای شما گفتین فعلا ما در یک حالت تهاجمی هستیم و دشمن را در اکثر اطراف و اکناف افغانستان ما به شکست مواجه ساختیم، ولی در بعضی جا هست که دشمن تجدید آرایش میکنه و در اونجا لازم است که فعالیت های ما گسترده تر، قوی تر و با اپراسین های مختلفه و وسیع در اونجا شروع شود، تطبیق شود تا ای که ما بتوانیم در اونجا دشمن را سرکوب بسازیم. و یکی از ولایات ولایت کندوز است. در کندوز نسبت جغرافیای پیچیده که داره، در اونجا دشمن ها از کشورهای مثل چین، تاجیکستان و حتی کشور روسیه و ازبکستان در اینجا سربازگیری کردند، آمدند در اونجا بر علیه جمهوری اسلامی افغانستان و قطعات مسلح افغانستان دست به فعالیت های خصمانه میزنند. چنانچه شما خبر دارین، کار تخریب نسبت به کار ترمیم بسیار ساده است و فیر کردن بالای خانه مردم، بالای منافع ملی مردم، بالای سرک و تخریب سرک و پل بسیار کار ساده است و دیگه پیسه میگیرند و دیگه کشورهای همسایه استراتژی دارند تا افغانستان عقب مانده برای همیشه در همسایگیشان وجود داشته باشه. ما با وجود همینطور یک دشمنی که از بیرون و به نحو از کسایی که در اینجا جنگ نیابتی رو در افغانستان سازماندهی میکنند قرار داریم. حالا سوالی که نزد مردم از جناب رادمنش، حکومت افغانستان پس از اینکه سقوط کندوز تجربه کرد، مردم احساس میکرد که دوباره آنچه نیاز است برای کندوز و دیگر ولایات انجام خواهد داد. اما واقعا چیزی که مردم کندوز میخواستند و آنچه که حکومت برای مردم گفته بود تا چه حد انجام شد و چقدر پیشرفت کردند؟
در اونجا ولسوالی های متعددی بود که تحت سیطره دشمن بود، ولی ما ولسوالی ها را آزاد کردیم و همین اکنون در اطراف و اکناف ولسوالی ها ما فعالیت های تصفیه‌ای را هر روز انجام میدیم. اما مردم بازم این اظهارات را میکنند که در مناطق کندوز تنها مراکز ولسوالی ها نزد نیروهای امنیتی افغانستان است. این طور است که ما در جایی که قرار داریم و در اونجا دشمن به هر فعالیتی که دست میزنه ما او را سرکوب میسازیم. ما همین فعلا در تمام ولسوالی ها حضور دارند و ولسوالی ها با مرکز روابط دارند و همین شکل ولایت کندوز با ولایت های همجوار خود ارتباطات داره، شبکه های ترانسپورتی ما فعال است. ولی این گپ به معنای از این است که ما مشکل نداریم. جنگ هست، ولی جنگ را کشورهایی که در افغانستان عمق استراتژی دارند با پرداخت هزینه های متنوع و همچنان نقشه های که در عمق استراتژیشان هست، در اینجا جنگ های نیابتی را به نیابت از اوها همی دهشت افغان ها در افغانستان ادامه میتن. اینها تنها افغان ها نیستن. اگر تنها افغان ها می بود ما این وقت حل و فصل کرده بودین. در اینجا خارجی ها هستن، تروریست ها هستن. ولی گپ شما درست است که شما هم کشورهای ناتو را دارین، ولی افراد و اشخاصی که با افراطیت خو گرفتن و در این زمان به منافع یک کشوری که او کشور در اینجا عمق استراتژی داره جنگ نیابتی را آغاز کردن، توسط فشارهای همان کشور و همان استخبارات میخوان جنگ را در افغانستان همیشه زنده نگاه دارن. ولی ما متیقین هستیم که با تغییر سیاست منطقوی و جهانی و همچنان وجود روش ها و فعالیت ها و هماهنگی هایی که در افغانستان توسط کشورهایی که ما را کمک میکنند و وضعیت و تغییر وضعیت سیاسی در منطقه، یعنی حکومت آنچه نیاز بود به خاطر نابودی طالبان در کندوز انجام داد، اما اونا بیشتر نیرومندتر هستند از نیروهای امنیتی. اگر اونها از ما نیرومندتر می بودند کندوز سقوط میکرد، ولی اما یک بار سقوط کرد و ما در همه ولسوالی ها حضور داریم و همین اکنون ما در ولسوالی قلعه زال، در امام صاحب، در چاردره و در دشت ارچی ما فعالیت های محاربوی خود به شکل بسیار تهاجمیش آغاز کردیم و این ادامه داره و شما بزارم. خبرهای خوش در آینده نزدیک خواهد داشت. سپاسگزارم جناب عبدالله. شبانو عزیز، واقعا آنچه نیاز بود حکومت افغانستان انجام داده، اما باز هم دیده میشه که وضعیت کندوز نامطلوب است. واقعا اوضاع از چه قرار است؟ چرا طالبان در حال تقویت هستند در کندوز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های محترم. واقعا نگرانی از وضعیت امنیتی در ولایت کندوز البته در نقاط مختلف وجود داره و متاسفانه هنوز هم مخالفین فعالیت های خود در نقاط مختلف در ولسوالی ها و حتی در قریجات نزدیک داخل شهر ادامه میتن و متاسفانه بعد از سقوط قندوز و بعد از اینکه دوباره نیروهای امنیتی ما در ولایت قندوز تسلط پیدا کردن و دولت در اونجا حاکمیت پیدا کرد و رئیس جمهور سفر داشت به ولایت قندوز، با مردم اطمینان دادن که به انقریب عملیات های تصفیه‌ای را آغاز میکنن و به خاطر تامین امنیت ولایت قندوز کارهایی را انجام میتن و همچنان شما شاهد هستین که قماندان آیساف هم با یک گروه از سفرهای خارجی و یک تیم بسیار قوی به ولایت قندوز رفتن و به صراحت گفتن که ولایت قندوز دیگه سقوط نخواهد کرد. اما متاسفانه تمام گفته های از اینا در حد شعار بود و هیچ جنبه عملی نداشت، با وجود از اینکه فرصت های بسیار خوبه وجود داشت که باید عملیات های تصفیه‌ای را برام انداختن و به خاطر محو مخالفین و به خاطر سرکوب مخالفین کارهایی را میتونستن انجام بدن، اما متاسفانه کار را انجام ندادن و عملیات هایی را که آغاز کردن بسیار عملیات های پراگنده، یک فیر امروز، یک فیر یک هفته بعد. این تو عملیات های منسجم و هماهنگی که در هماهنگی نیروهای امنیتی داخلی ما و نیروهای به اصطلاح متحدین ما ناتو در این عملیات سهم میگرفتن، اگر چنین عملیات را اینا برام انداختن امروز شاید مخالفین اتو حضور گسترده را دولت قندوز نمی داشتن. خب متاسفانه که امروز با قوت بیشتر مخالفین در اونجا فعالیت میکنن و همچنان در زمان سقوط قندوز، چون وقت ولایت قندوز سقوط کرد و بسیار زودی حکومت دست به کار نشد و بسیار زودی به خاطر بازپسگیری ولایت قندوز کار نکرد
از او خاطر تمام تجهیزات، تانک ها و تمام مهمات که در دست اردو و پلیس ما بود به دست مخالفین افتید و اونا در چند روزی که در ولایت قندوز ماندن تمام تجهیزات با خود بردن، در ولسوالی های چهاردره و ارچی و در بعض نقاط دیگه اینا جا به جا شدن. بنان باز هم اینا به فرصت هایی که برشان مناسب می باشه می بینن که حکومت یک اندازه سهل انگاری و بی‌تفاوتی میکنه، به این معنا که حکومت ما به عوض از اینکه عملیات های تصویره برا بندازن منتظر میشینن که تا مخالفین بالای ما حمله کنن، اردوی ملی ما، پلیس ما، یعنی به خسارات به دولت، به حکومت ما برسه. بعد از او اینا یک شکل دفاعی رو به خود گرفتن که خود از این باعث میشه که اونا قوت بیشتر میگیرن و هر وقتی که بخواین حمله میکنن. اما قسمی که شما شاهد هستین، دیروز در ولسوالی قلعه‌زال جنگ شدیدی بود، ولسوالی رو برای چند ساعت اونا به تصرف خود درآوردن، یعنی دمی که ولسوالی رو اونا به تصرف خود درآوردن و پس دوباره نیروهای امنیتی ما رفتن، شما چی فکر میکنین؟ چند نفر اردو و پلیس ما در اونجا شهید شدن؟ چند نفر اردو و پلیس ما زخمی شدن؟ چقدر بر مردم خساره رسیده؟ چقدر مردم خانه‌های خود را سوالی که نزد مردم است بانو عزیز این است که واقعا حکومت افغانستان توان بازپسگیری و مناطق نداره و یا اراده وجود نداره؟ اجازه بتین براتون بگم که توانمندی 100% وجود داره. وقتی چندین کشور دنیا با ایجا با ما پیمان امنیتی داشته باشه، آمریکا و ابرقدرت دنیا بیاد افغانستان بگوید که ما همراهتان هستیم، پیمان امنیتی داشته باشه، در کنار نیروهای امنیتی ما اگر عملیات های هماهنگ اینا آغاز بکنن، چگونه امکان داره که چند نفر طالب بیاید و به این شکل تمام دنیا را به یک حساب گروگان خود گرفته؟ امروز دنیا در افغانستان حضور داره. پس از دید شما حکومت داره چی کار میکنه؟ واقعا کار و برنامه حکومت چی است؟ پس وقتی تروریسم دنیا را تهدید میکنه و قربانیش مردم افغانستان است، اینجا باید دولت مردای ما بیاین از مردم خود دفاع بکنن، جهان قناعت بتن که بالاخره تروریسم قربانی تروریسم مردم افغانستان است، جای ساخت و ساز تروریسم افغانستان نیست. این باید از قناعت بتن برای دنیا. متاسفانه امروز ما بسیار مایوس هستم، متاسف هستم که بارها صدا میکشم اما صدای ما را کسی نمیشنوه. این که جنگ به شمال رفته، هدف ما از این است که خدای نخواسته ایره یک گروه از افغانای ما جنگ به شمال برده باشن. اینجا دستای بیرونی از کار میکنن به خاطر رسیدن به اهداف شون خودشان که جنگ به شمال کشورهای آسیای میانه را پیدا بکنن. اینا میخوان که جنگ اگنی ولایت قندوز یک ولایت است که نه با پاکستان هم سرحد است، نه با ایران هم سرحد است. چگونه میتونن که در اونجا اینقدر تجهیزات از کدام را اینا انتقال میدن؟ اینقدر پاکستانی و خارجی و داعش و طالب چطور میتونه که با ولایت قندوز از قدر به اصطلاح چک پوینت های امنیتی و قدر ولایت ها رو بان عین به اون طرف برسه تا تخار و تا کجا؟ دیروز ولایت تخار هم جنگ جریان داشت. جنگ در شمال است و اینجا مردم افغانستان تقصیر مردم ما نیست. این جنگ در پشت از این دستای خارجی است که میخواین این کارو بکنن. حالا با کمک کی در جغرافیای افغانستان با کمک کی کارو میکنن؟ هدف ما از این که پس وقتی ما میگم جنگ به شمال رفته، مردم ما فکر نکنن که اینجا مسئله تاجک و پشتون است. پشتونای ما در ولایت های شمالی بیشترین پشتونا زندگی میکنن، قربانی هستن، پشتونای ما بیشترین قربانی هستن. حکومت افغانستان واقعا نمیتونه، توانش نداره که جلوگیری کنه. اجازه بدین ما میگم که خود دوام بتون. وقتی ما گفتیم که جنگ به شمال رفته، به این معنا نیست که ما بگیم جنگ یک گروه خاص از افغانای خود ما به شمال برده. جنگ توسط بیرونی ها به شمال رفته و در اینجا بازی های بسیار بزرگ جریان داره. خب مسئولیت جلوگیری انتقال جنگ کی است واقعا؟ تمام مسئولیتش برمیگرده به حکومت دارای ما، به رهبرای حکومت وحدت ملی ما که برای مردم وعده داده بودن، به وعده های خود وفا نکردن. اینا باید با متحدین نظامی خود با کسانی که تعهدات دارن توانایی داره کنترل کنه، اما پس در صورتی که نمیکنه اراده ندارن. به خاطر چی اراده ندارن؟ به خاطر از اینکه اینا چون تحت تاثیر بیرونی ها هستن و بیرونی ها هم اهداف خود در اونجا در ولایت های شمالی دارن، از او خاطر اینا تحت تاثیر قرار گرفتن. اگر اینا بشینن با همو کسانی که به اصطلاح میخواین که جنگ در شمال یا در نقاط مختلف افغانستان دوام پیدا کنه، مشخصا در شمال نمیال دهلمند جنگ است، شما میبینین قربانی دهلمند هم مردم ما تا امروز ده فاریاب ده دیگه ولایت های افغانستان هم جنگ داره. تمام مردم افغانستان، همین مرکز افغانستان، همین پایتخت ما که آرام است، همین جهه هم از مردم ما تروریسم قربانی میگیره. اینا باید بشینن با ایشان. ما خب پیمان امنیتی رو امرایشان امضا کردیم دیگه، اینا چی میخواین؟ چرا نمیخواین تامین امنیت بکنن؟ سوالی که باید حل شود بانو عزیز این است که واقعا طالبان چه شیفته و یا چه چیز طالبان از یاد مجذوب میسازد که در کندوز بیشتر فعالیت کنن؟ طالبان خودش فکر میکنه که اونا فکر دارن، اندیشه دارن، ایده دارن؟ نه خیر، اونا ساخته شده هستن. اونا برشان گفته میشه که برو در اینی جای اینی کسا بکش، در اینجا برو جنگ و بمو شکل و پیش میره.
اونا خب فکر نکنن که اونا کسایی هستن که اونا خودشان نظر دارن که باید برنده اونجا بر از اونا گفته میشه از طرف بیرونی ها کسایی که حکومت افغانستان هم جلبشان رو نمیگیرن. طالب خودش کی است؟ به تنهایی کار کرده میتونه؟ تجهیزات که امروز در پیش طالب است کی برش داده؟ چه کسی؟ کسی باید پیدا شوه؟ سوال است به شما. طالب چطور میره به شمال؟ تجهیزات چطور انتقال پیدا میکنه به شمال؟ همین زخمی های طالب ها که در جنگ زخمی و شهید میشن یا چی میشن؟ کجا میرن تداعی میشن؟ اینقدر تجهیزات مهمات چطور انتقال داده میشه برشان؟ به سر وقت پول تمام امکانات از کجا میرسه برشان؟ اینی گپ های است که باید سر از این گپ زده شوه. باید در مورد از این یک توجه دقیق بکنن رهبرهای حکومت وحدت ملی. شخصت سرقمندان اعلی، تو که رفتی گلو پاره کردی در مردم قندوز، گفتی که ما براتون تامین امنیت میکنم، حالا خود تو دروغگوی شدی پیش مردم، چی فکر میکنی؟ حداقل بیاین با مردم بگین که چرا، چی گپ است، چرا تامین امنیت نمیشه، چرا چهار نفر پاکستانی یا تربیت شده پاکستانی میایه یا ایرانی میایه در ولایت قندوز یا در هر نقطه دیگه افغانستان، کلش خانه مشترک ما میایه و مردم ما را زندگیش به خطر میندازن، یا زندگی بر مردم ما تلخ است، باور کنین نفس آرام کشیده نمیتونن. درست است که مردم فقیر است، نان نداره، او نداره، کار نداره، بیکار است، اما امنیت و آرامش فکری حداقل داشته باشه که نمی خانه خود با اولاد خود 5 دقیقه آرام بشینه، صدای فایر راکت. فعالیت حکومت محلی چگونه است؟ اگر واقعا از دید شما اراده در حکومت مرکزی وجود نداره، کسانی که حالا مسئول هستند در کندوز اونا چگونه فعالیت میکنند؟ حکومت محلی بارها صدا میکنن به سر حکومت که بر ما کمک کنن. وقتی که اونا میان ببینن آیا نتیجه داده واقعا صدایشان بر حکومت مرکزی؟ صدای ما را کس شنیده؟ اونا هم وقتی که در یک جای گیر میمانن بارها تماس میگیرن که بالاخره بر ما یک نیروی کمکی روان کنن، هیچ کسی برشان نیروی کمکی روان نمیکنه. خدا شاهد زخمی هایشان در خط جنگ میمانه، او را کس انتقال به زودی نمیده. یک تعدادش هم در سر خونریزی از بین میره، یک تعدادش خب بالاخره به هر شکلی که میشه از خودگیش یا رفیقش یا دوستش یا کسش رو از خط جنگ بیرون میکنه. ببینین اصلا توجه دقیق و اراده قاطع به خاطر ختم جنگ در ولایت قندوز از بالا تا پایین وجود نداره. سپاسگزارم. از بالا جای بگیره، از خود هر ریاست جمهوری تا هر جای دیگه که مسئولیت دارن باید از که به خاطر ختم جنگ تلاش بکنن. سپاس. اگر صادقانه تلاش بکنن ختم میشه جنگ. حالا مورد را که بانو عزیز اشاره کردن، جنگ به شکل از اشکال منتقل شد به سمت شمال افغانستان. اگر در مجموع ناامنی های افغانستان آمده نظر بگیریم، واقعا چه کسانی پشت این دسته هستند و چه کسانی میخواهند که واقعا تنور جنگ در افغانستان به خصوص شمال و در کندوز شعله‌ور باشد؟ دلو بخون که خدای پنامه در مجلس قدرمن و گردونوالو تا و در تلویزیون لیدون که تسلامونه وران نکم. گوری در سور انقلاب کلچو شو هغه وخت دوه جبهې وي، یو د مجاهدینو جبهه وه او بل هم د روس پلوي حکومت جبهه وه. هلته معلومېده چې یو خوا شوروي اتحاد مرسته کوي او بله خوا چې کومه ده امریکا او د امریکې پلویان چې کوم وو هغوی مرسته کوله د مجاهدینو سره. اوسنۍ جګړه په بل ډول ده، اوسنۍ جګړه لوري نه لري. دا په دې معنی ده څوک چې د افغانستان حکومت تمویلوي او تجهیزوي هماغه خلک جګېږي طالبان او داعش تمویلوي او تجهیزوي. دا یعنی پخوانۍ جبهې چې کومې وې د ثور د انقلاب چې اشاره مو ورته وکړه اوسنۍ دا ډېر تفاوت لري. زه وایمه چې یوې مسلې ته باید موږ تاسو درک ولرو، هغه دا چې د بهرانیانو د شوم پلانونه په افغانستان کې موږ تاسو پرې پوه شوي وو او د نظر څخه یې ونه غورځوو. دا شوم پلانونه د چا دي؟ ولې شمال ته جګړه ځي؟ شمال ته د جګړې وړل دا په دې معنا ده چې دوی غواړي چې خپل ستراتیژیک دښمنان د تاثیر لاندې راولي. دا په دې معنا چې کوم خلک چې د امریکا او د پلویانو دښمنانې دي او یا په راتلونکي کې ترې ډارېږي، دوی د نورو ولایتو څخه جنګ وې وړ شمال ته، هغه ولایتونو ته چې منځنۍ آسیا د کنټرول لاندې دغه ځایه ډېره زر راوستی شي، د چا په اساس د داعش په لاس، د طالب په لاس، د بلې ډالې هره ډله چې دوی ته په پلاس ورځي.
اوسنی شرایط هم همدغه سو دوی جنگ چکلوی ور کندوز ته بدخشان ته تخار ته دوی هم دغه سیمې نه آرام کړه او لا نور هم آرامیږي. زه راځم یوې مسلې ته. دلته د افغانستان د حکومت پر ضد چې کومې ډلې جنګیږي په هغې کې غوریان شته دي، په هغې کې تاجکان شته دي، ازبکان شته دي، په هغې کې د منځنۍ آسیا د ټولو هیوادونو چې مسلمان هیوادونه دي د هغې کسان تبه پکې دي. دا په دې معنی ده چې نه یوازې دا چې روسیې دپاره سور څراغ دی، دا داعش او د شمال د افغانستان د شمال جګړه، دا د چین دپاره هم په یو نه یو ډول سور څراغ دی. چین ته هم ویل کېږي چې هغه غوریان چې په افغانستان کې دي د داعش په نوم او یا د طالب په نوم سبا ورځ تا ته هم در راوړي. حالا بحثی که مطرح میشه جناب اصول است که واقعا حکومت افغانستان در این میان وظیفه‌اش چی است؟ مردم افغانستان رای دادند و قربانی دادند تا حکومت ایجاد شود، تا بتونه حداقل از حقوق مردم دفاع بکنه و جنگ در افغانستان فروکش کنه. آیا حکومت افغانستان آنچه نیاز است انجام داده و یا در این برنامه همچنان دخیل است؟ گره دی افغانستان حکومت په ټولو مسایلو پوهیږي. زموږ ولسمشر، زموږ د حکومت رهبران چې کوم دي، دوی په دې باندې پوهیږي چې جنګ څوک تمویلوي، د کومه خوا تمویلیږي او څوک دې اور ته به بوزی وهي. مګر څه نشي کولی دوی هغه څه چې د وسه کېږي هغه هم نه کوي. دوی خو باید اقلا دومره کړي وای چې خپل ولس ته یې ویلي وای چې جنګ له چا لخوا افغانستان ته راځي او په کومه روان دی، دا هم نه کوي. د لاسه یې هم نه کېږي، چون موږ هغه هیواد یو په چې اوبو اخیستي او زاک ته هم لاسونه اچوو، او په اوسنیو شرایطو کې زموږ رهبران چپه خوله بهتره بولي. دوی فکر کوي چې په دې چپه خوله کې به زموږ ګټه وي، چون د افغانستان اوسنۍ وضع چې کومه ده دغه به یو څه بهتره طرف ته دوی سوکي. مګر زه وایم چې زموږ رهبران باید ولس سره وځي او ورته ووایي چې جګړه د افغانانو په منځ کې نه ده، جګړه د هغه کړۍ چې تروریزم تمویلوي، هغه کړۍ چې همدغه پیسې رالیږي د دې دپاره چې پاکستان قراردادي کړی دی او دوی ته تمویل ورکوي، د هغه ډلې چې کومې د تروریزم سره خپله اړیکې لري او د افغانستان د حکومت سره هم همکاري دي، هغه کړۍ باید په ګوته کړي او ولس ته ووایي چې دغه زموږ دوستان نه دي، دلته چې راغلي دي د دې دپاره راغلي دي چې دوی خپل ستراتیژیک اهداف لري. موږ نه په پاکستان ګران یو، موږ نه په امریکا ګران یو، موږ نه په انګلیس ګران یو، او موږ نه په شوروي اتحاد او په ایران ګران یو. دوی چې افغانستان ته راځي د خپلو اهدافو دپاره راځي. یعنی هر هیواد چې بل هیواد ته ځي د هغې هیواد دپاره هغه ستراتیژۍ نه لري چې هیواد په قوه ودرېږي. مرکز هغه ستراتیژۍ دي چې دوی خپل اهداف هلته په لاس راوړي، خپلې ګټې تمویل کړي. سپاسګزارم. جناب رادمانش، حالا موردی را که بانو عزیزم اشاره کردن و آقای اصولی هم، واقعا آقای غنی نزد مردم کندوز دروغگو ثابت شده و آنچه نیاز بود انجام نداده، واقعا کاری که حکومت کرده او چی بوده؟ ببینید، جناب رئیس جمهور که سرکماندان اعلی قوای مسلح است، به اساس استراتژی امنیت ملی برای وزارت دفاع وظیفه دادن تا از منافع ملی و حاکمیت ملی افغانستان باید دفاع بکنند و این دفاع دفاع حق است و ما در این راه همه روزه جانهای شیرین سربازهای خود، افسرهای خود ما قربان میکنیم. در وضعیتی که فعلا در سمت شمال و خصوصا در ولایت کندوز وجود داره، ای به معنای از این نیست که در اونجا فقط توریست های بین المللی مثل قف سر آب هستند و باید به زودی اونا را پاک کرد. اینها از بیرون کمک میشن و افرادی که در این عرصه کار میکنند کسایی هستند که میدانند. خانم عزیز اشاره داشتند که حکومت 100% توانمندی داره، اما اراده جدی از ارگ تا پایین ترین رتبه وجود نداره. ببینید، کسانی که میدانند برای اهداف سیاسی کشوری که در اینجا استراتژی داره جنگ میکنن
و کسایی هستند که نمیدانند زیر تأثیر تروریست ها رفتن در اونجا جنگ میکنن، و کسایی هم هستند که اونها به نام اسلام که اینها را بازی دادن در اونجا در مقابل با دولت جمهوری. خب همیشه گفته شده تروریستان حالا در مجموع دشمنان و مردم افغانستان هستند، اما حکومت افغانستان واقعا بحثی که حالا باید مطرح شود این است که اکثرا طالبان تروریستان کسانی که در مقابل حکومت می جنگند در قرا و قصبات جای می گیرند و اونجا مردم برشان شاید پناه می دهند، اما حکومت افغانستان واقعا چرا نتونسته مردم قانع بسازد تا از اونجا تروریست ها را از خاکشان از منطقهشان بیرون کنند؟ ما این فعالیت ها ادامه دارند. ما چنانچه در ولسوالی دره صوف شما خبر دارین که 260 نفر که در اونجا مسلح بودند به دولت دیروز تسلیم شدند. به همین شکل در ولایت بادغیس به دولت تسلیم شدند. در ولایت کندوز، ولایت بدخشان و به همین قسم در دیگر ولایت ها این آغاز کار است. این چرا این کار میشه؟ دشمن هم حالا فهمیده که وقتش به آخر میرسه و کشور همسایه هم که اینا را سپورت میکنه او هم میدانه که وضعیت سیاسی در دنیا و در منطقه تغییر کرده. حالا حکومت افغانستان وظیفه‌اش چقدر انجام داده؟ ما وظیفه خود انجام دادیم. وظیفه ما این هست اما که بانو عزیز گفتن که هیچ کاری انجام نگرفته و هیچ اراده وجود نداره. ببینید مردم در وضعیت بدی به سر میبرند، دشت در چی جنگ است، حالا در مناطق مختلف کندوز و شمال جنگ است. ما این کار نیستیم. ما در ولایت کندوز در اپراسیون های مختلف مصروف هستیم، ولی جنگ است. خب در اونجا جنگ وجود داره. اون مواردی که آقای غنی در کندوز رفت اشاره کرد کدامش عملی شده؟ ما در کندوز فعلا در عملیات تصفیهوی و عملیات های محاربوی مصروف هستیم. همین اکنون اگر شما در کندوز به این عملیات ها شما مصروف نشوین و اپراسیون های خود در اونجا تطبیق نکنین، دشمن فردا کندوز را سقوط میته. تمام توان و قدرت حکومت همی است که تا به حال انجام داده. ما اونجا هستیم، حضور دارین در مقابله با تروریست ها که هم اکمال میشن، هم تجهیزات پیدا میکنن و هم پرسونل خود در اونجا استخدام میکنن. بحث تجهیز و تمویلشان واقعا ادامه داره. مواردی که اشاره کردن چگونه اونا تمویل و تجهیز میشن، چگونه امکانات برشان میرسه اونجا، واقعا این منابع مالی که در اختیارشان قرار میگیره حکومت افغانستان توان کنترل بر اوها را نداره؟ از مناطق جنوبی افغانستان و از مناطق شرقی افغانستان از سرک ها و راه هایی که بزرگ هست انتقال میشن در ولایت نورستان، از نورستان به بدخشان، از بدخشان از مناطقی که ناامن است به کندوز انتقال خب میشن. چرا حکومت افغانستان جلوشان رو نمیگیره در اون مناطق؟ ما جلوشان رو میگیرین. هر شب و هر روز ما به مقادیر زیاد سلاح و مهمات را از دشمن میگیرین، ولی قوتی که در مقابله با ما وجود داره و کف سر آو نیست. ما باید در مقابله با او اپراسیون های خود تطبیق بکنین چنانچه تطبیق میکنین. دشمن اقدر ضعیف هم نیست که شما فقط بگوین که سبا باید تصفیه شود. چرا؟ دشمن از بسیار چیزهای استفاده میکنه. یک، مردم را سفر میسازه. دوم، من پیش روی قطعات در سرکای پیاده رو و سرکای موتر رو من اونجا گور میکنه و به همین شکل مردم را به گروگان میگیره. اینا همه مسائلی است که ما مجبور هستیم و موظف هستیم و مسئولیت ماست که از آخرین احتیاط کار بگیریم. اگر ما تیاره را قمانده بتین که همه جاها را بمبارد کنه، فردای کندوز باز دگی یک معضله را به وجود میاره. بحث انتقال جنگ واقعا حکومت افغانستان چقدر در جریان است؟ واقعا با موردی که بانو عزیز اشاره کردن موافق هستین؟ ما به این موافق هستم که در اونجا جنگ هست و در اونجا قطعات ما فعالیت های محاربوی خود قهرمانانه انجام میتن، ولی جنگ است. در جنگ حلوا بخش نمیشه، یک. و دومی که در اونجا مردم بیچاره هستن. ما مردم و طالب را در یک ترازو نمیتونین بمانین. خب چرا حکومت اجازه میده که طالب در اونجا جا بگیره؟ ولی اینطور است که طالب به اثر فشارهایی که اونها دارن و در این زمان تبلیغاتی را که میکنن و با مردم نوع به نحو شناختهایی که دارن در خانه های مردم جای میگیرن. نفری که مسلح نیست در خانهش یک مسلح بره،
او میتونه او رو بگوید که برای حالا در شهر کندز واقعا چی شناخته، چی رابطه برقرار بود میان مردم و طالبان که سقوط کرد؟ خب ببینید در اونجا ناهمانگی های هم وجود داشت که امو افرادی که در اونجا ناهمانگی رو به وجود آورده بودن اونا پس شدن و فعلا در اونجا نیستن و از امو ناهمانگی اینا مسلح شدن، تجهیز شدن و فعلا امو سلاح رو بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان استفاده میکنن و در این زمان از بیرون از کشور ما بری از یاد تجهیزات و سلاح ها و مهمات میرسن. بس حیات تحقیقاتیاب که برای کندوز رفته بودن واقعا چیزی برای مردم افغانستان پیدا کردن و بحثی که آقای صالح هم اشاره کردن عناصر خاکستری اونا چقدر هنوز فعالیت میکنن؟ بله، اون عدم هماهنگی که در دستگاه همون وقت وجود داشت باعثی شد که کندوز سقوط کنه، ولی ما از سقوط کندوز تجربه های آموختیم و با خاطر این تجربه در اونجا قبلا یک لوای ناقص وجود داشت، ما فعلا در اونجا یک فرقه را جابجا کردیم و ما به این متیقن هستم و ما به همه هموطنان خود اینطور میگم که دیگه کندوز به او سرنوشتی که قبلا مواجه شده بود مواجه نخواهد شد و ما تصفیه را در ولسوالی های کندوز ادامه دادن و همی حال هم ادامه داره. شما خبر دارن که ولسوالی امام صاحب، ولسوالی خان‌آباد، ولسوالی دیگه ولسوالی های مثل ولسوالی قلیزال، چاردرت و دشت هرچی اینا همه به دست دشمن بود، ولی ما او را گرفتیم و فعلا تصفیه در اونجا ادامه داره. مگر ما وقتی که بالای ولسوالی امام صاحب چقدر زمان است که اونجا تصفیه ادامه داره؟ تا هنوز نتیجه نداشت همچنان مناطق از دست میره. ادامهش همیست که ما دشمن را در اونجا تصفیه کردیم، ولی ما بالای ولسوالی امام صاحب و دیگه ولسوالیه اطراف قلعه زال و دشت هرچی وقتی اونجا فشار آوردن دشمن از اونجا فرار کردن، آمدن داخل ولسوالیه قلعه زال و منطقه دشت هرچی فشار آوردن. ما به این مصمم هستند که این فشارها را در این دو ولسوالی هم از بین خواهیم برد. بحث را که آقای اصول اشاره کردن جنگ که از حالا میان قدرت‌های بزرگ بحث روسیه و امریکا، واقعا حکومت افغانستان و سران حکومت هم آنچه نیاز است و کاری هم که باید بکنن او را انجام نمیتن و چقدر موافق هست این حکومت واقعا چیزی را که باید بر مردم بگویم میگه؟ بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و متحدانش بر علیه تروریسم بین المللی ادامه دارد. تروریسم شما ببینید که در خود جرمنی، در امریکا، در کشورهای دیگه هم فعالیت اما میکنه. کدام نقطه جغرافیایی را برای خود منحصر نساختن؟ همون نقطه که فعالیت میکنه جغرافیایی است که در اونجا وجود داره از نگاه فیزیکی و در این جمع از نگاه فیزیکی دشمن وجود داره. اما برای یک مدتی است که شاید اونا تا وقتی که آگاهی ندارن، اما حکومت افغانستان عملا میبینه که یک ولسوالیش، یک ولایتش، یک روز، دو روز، سه روز نسل مخالفین است. خب به هر صورت دشمن در اینجا مراکز قوی داشت و فعلا هم این مراکز به حمایت تروریست‌های بین المللی حمایت میشوند و در اونجا سلاح و مهماتی که دارند استعمال میشوند. ولی متاسفانه که در افغانستان یک سلسله مشکلاتی در بین مردم ما هست و مردم با مقایسه ای که انجام میتن در آینده ما به این خوشبین هستیم که دیگه دشمن در بین مردم جایی نخواهد داشت. شما ببینید در جایی که دولت است در اونجا پیشرفت است، در جایی که دولت است مکتب است، مدرسه است، در اونجا پول است، سرک است. حالا کندوز، وضعیت کندوز و شمال تا چه زمانی ممکن است بگوین که واقعا از وجود طالبان کندوز پاکسازی خواهد شد؟ چون گفته میشه که کندوز میتونیم بگیم شاهراه شمال است و جایی است که اگر کندوز ناامن باشه تمام شمال ناامن است. تا چه زمانی طالبان در کندوز در افغانستان 40 سال است که جنگ است، امنیت روانی مردم را خراب ساختند. اینجا تروریست های بین المللی در اینجا اهداف دارند. اما ناتو و امریکا هم تمام قدرت و توانشان را با حکومت افغانستان یک جا ساخته و باید مبارزه کنند. با همین توان و قدرت شما میبینید که در کنفرانس وارسا برای ما وعده های سیاسی، مالی و همچنان آموزش و تعلیم تربیت داده شد و اردوی ما تقویه خواهد شد. ولی بعد از او شما سفرهای آقای دانفورد در پاکستان دیدین، سفر جنرال نیکلسن را دیدین، سفر نماینده ملل متحد را در اونجا دیدین و نظریات پاکستان را به نحوی از آنها شما شنیدین. ما به این متقین هستم که وضعیت سیاسی در منطقه تغییر خواهد کرد و پاکستان تا آخر نخواهد توانست. چه چیزهای شما را قانع ساخته که وضعیت سیاسی تغییر میکنه؟ ما فعلا تقویت قوای هوایی ما، عملیات شبانه ما، 15 سال است که ناتو و امریکا اینجا فعالیت میکنند. ما قبلا
فعالیت های شبانه را نداشتیم. ما همین در 24 ساعت گذشته ما 8 عملیات شبانه داشتیم و ما تانستیم قرارگاه های دشمن را مورد حمله قرار بدیم. ما اضافه از 100 نفر دشمن را ما در 24 ساعت گذشته از پای در آوردیم. در گذشته با وجود 150,000 نیروی خارجی عملیات شبانه هم بود، اما تروریستان نابود نشدن. از دید شما با این نیروی کم میشه خوشبین بود؟ بله بله، به خاطر از اینکه ما افغان هستیم و افغان ها به دور دولت جمهوری اسلامی افغانستان جمع میان و ما یک روز با هم تفاهم خواهد کردیم و این تفاهم وجود داره و فعلا هم مردم کوشش به این دارند که از صفوف دشمن جدا شوند. شما دیدین که در ولسوالی دره صوف، در ولسوالی جوند ولایت بادغیس مشخصا برنامه وزارت دفاع ملی افغانستان و حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت در کندوز و نابودی طالبان چه است؟ ما عملیات های محاربه به خود ادامه میدیم. همین اکنون 3 عملیات در ولایت بایی عملیات ها مشکل حل میشه در کندوز؟ یقینا ما به برای کسایی که به دولت جمهوری اسلامی افغانستان میپیوندند آغوش ما باز است، با آنهایی که برای دولت جنگ میکنند عملیات هایی که بانو عزیز گفتن که بسیار پراگنداست و یا منسجم ترش اینطور است که ما به حیث یک متخصص نظامی برای شما ایره میگم که ما در مقابل با یک دشمن قوی قرار داریم و او دشمن امروز با تروریست‌های بین المللی روابط داره و جنگ در افغانستان هست و ما در همه ابعاد که دشمن در اونجا فعالیت میکنه ما اپراسیون‌های خود را تطبیق میکنیم و ما به این مصمم هستیم که دشمن را در افغانستان منقلب بسازیم. سپاسگزارم. بانو عزیز، واقعا مشکل اساسی چی است که هر قدر حکومت افغانستان تلاش میکنه به او هدفش نمیرسه و موارد را که آقای رادمن اشاره کردن عملیات ها در راه است و به زودی او منطقه پاکسازی خواهد شد؟ واقعا مانند گذشته شعار باقی خواهد ماند و یا این بار کاری خواهند کرد؟ ما میخواهیم برشان بگیم که امون راه دور و دراز در کجا است که تعیین نمیشه که عملیات ها در راه است و هیچ نمیرسه. خب ما از ایشان تشکر میکنم صحبت هایی را که اینا کردن. باید کسان دیگه که هستن که در رأس هستن اونا باید از جواب بگن به این گپا درست است. اینا فقط ادای مسئولیت میکنن، گپایی را که لازم است میگن، اما واقعیت طوری دیگری است. واقعیت به شکل است که اگر دولت افغانستان با متحدین نظامی خود یک جا به خاطر ختم جنگ در مجموع در افغانستان بشینن و یک راه حل برش پیدا بکنن، راه حل داره جنگ افغانستان. درست است که جنگ افغانستان جنگ تحمیلی است، درست است که در عقب از این دوستای بسیار بزرگ دیگه هست، درست است که پاکستان من حیث یک قدرت در کنار ما تروریست ها را حمایت میکنه، درست است که تجهیزشان میکنه، درست است که از گذشته ها دشمنی های گذشته به ما دارن، ولی ما هم یک قدرت هستیم، ما هم یک کشور هستیم که آمریکا و یک ابر قدرت در کنار ما هست. ولی در صورت از اینکه ایده کنار بودنشان صادقانه باشه، نه به خاطر من میفهم که اهداف خود دارن در افغانستان، درست است که هیچ وقت به خاطر مردم افغانستان نمیان که بسیار زیاد قدر به اصطلاح جان خود در اینجا دست بتن، پول خود در اینجا مصرف کنن و به خودشان هیچی نباشه. اونا اهداف خود دارن، اما بیان صادقانه، درست است که اهداف خود دارن، اما افغانستان هم به این اندازه قربانی نکنن دیگه. اینا لی وظیفه دولت دارای ما هست، کسانی که در رأس هستند با ایشان بشینن بالاخره تفاهم کنن که شما دیگه از ما چی میخواین. پیمان امنیتی را هم رایتان امضا کردیم، همی افغانستان خود کلش براتان دادن، دیگه چی میخواین شما از ما؟ حداقل بیاین صادقانه کار بکنین. اگر تروریسم یک پدیده است که شما از اون میترسین و شما در پشت سر از این نیستین، اگر شما واقعا میفهمن که پاکستان حمایتگر تروریسم است، چرا در 13 سال شما بازم کمکایتان رو به پاکستان دوام دادن؟ درست است که عالم کنگرس امریکا هم به اصطلاح فیصله کرد که باید دیگه برای پاکستان کمک نشه، ما ایره حمایت میکنیم و از این نظر نیک شما تقدیر میکنیم، ولی بیان صادقانه برخورد کنن. متاسفانه امروز صداقت وجود نداره، همه گپا در حد شعار است. اگر نیروهای خارجی هم در افغانستان هستن، چیزی که میگن با ما قسم عمل نمیکنن. اگر حکومت افغانستان هم از به میشکل از بیگانه گله نکنیم، بیا از خود گله کنیم. چرا دولت دارای ما بر مردم خود دروغ میگن؟ چرا دولت دارای ما به چشم مردم خود خاک میزنن؟ خودشان بیان صداقت کنن بر مردم. حداقل مردم ما دیگه چیز نمیخوای از ایشان، فقط یک تامین امنیت میخوای که یک دقیقه صدای فیر راکت و مرمی و صدای جنگ نشنوه و به فکر آرام امو طفل بیچاره و معصوم به مکتب خود بره. همه قدر خواست از اینا را حکومت برآورده نمیکنه. چی میخواین؟ آقای رادمنش به این باور هستند که تروریست ها بسیار قوی هستند و اونا کف سر آب نیستند و تلاش زیاد جریان داره اما نتیجه در بر نیست.
خب این نظر ایشان است، به نظر ما قضیه قسم دیگری است. گفتم شرایط بسیار مساعد برای یک عملیات تصفیوی بود، چرا دولت انجام نداد؟ بارها ما صدا کردیم، از میز شما آمدیم که امیال شرایط مساعد است، گفتیم که باید از عملیات تصفیوی را آغاز بکنین. او خدر قوی نبودن، اما همین چانس اینا دادن، همین پاسخ را بایدن که چرا عملیات تصفیوی را آغاز نکردن در نقاط مختلف خودش، چرا به تعویق میفته؟ عملیات از اول وجود داشتم، این فعلا هم وجود داره. همین اکنون که ما همراه شما هستم، 10 عملیات را در 10 ولایت کشور ما سازماندهی کردیم و همه به خاطر عزیز که ما بتوانیم که امنیت را برای مردم برگردانیم. ولی جنگ است، جنگ وجود داره، مشکل هست. در مقابله با این مشکل باید انیسیاتیو نشان داد و یایی که موضوع را اعلام کرد. ما اکنون کندوز را اعلام نکردیم، هیچ ولایت را اعلام نکردیم. اما فکر نمی‌کنین بسیار طولانی شد جنگ؟ بله، ولی این توریزم است، شما را اعلان نمی کنه. اگر شما بخواهیم که ما ولایت ها را اعلان بکنیم، به این صورت هیچ امکان نداره. خب اردوی ملی رسالت خود به این که شکایت شوه، به این که مثلا بالای اردوی ملی انتقاد شوه، به هر صورت ما انتقادات می پذیریم، ولی ما مسئولیت خود ادا می کنیم. ما از افغانستان دفاع در کندوز و شمال چند عملیات جریان داره و به چه میزان است واقعا؟ ما فعلا در ولایت کندوز و شمال 5 عملیات را ما را اندازی کردیم، 5 عملیات دیگه در دیگه ولایت افغانستان است، مثلا در ولایت هلمند است، در ولایت اورزگان است، در خود بدخشان است، در کندوز است، در ولایت ننگرهار. در مدت کالا سقوط، یعنی کندوز سقوط کرد، پس از او چند عملیات صورت گرفت به خاطر پاکسازی طالبان؟ ما هر روز از 10 الی 30 عملیات را در افغانستان را اندازی کردیم، ولی ای مطمئن باشین که ما از افغانستان دفاع میکنین. ولی شما در مقابله با یک دشمن قرار دارین که از تمام تروریست های دنیا در اینجا استفاده میشه. شما منظور شما ای هست که باید از افغانستان زود ای دشمن از بین برده شوه، ولی ای یک پلان دراز مدت میخواه و ما با تأمل و حوصله جنگ را ما با کامیابی. حالا واقعا اردوی ملی نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ امکانات چقدر امکانات مناسب و آنچه نیاز است در اختیار دارن؟ ما امکانات هوایی دارن ولی به شکل کافیش نه. چرا واقعا چرا کم بود است در نیروهای هوایی؟ چرا حکومت نتونست قانع بسازد کشورها را که برش کمک کنه؟ کشورهای دنیا 5 میلیارد دلار سالانه به افغانستان وعده سپردن و از این 5 میلیارد دلار ما تا سال 2020 اردویی را در افغانستان می‌سازیم که اما مشخصا در بخش هوایی گفته شده چقدر کمک خواهد شد؟ فقط در بخش امنیتی ما 5 میلیارد دلار میگیریم و ادعی قوای هوایی ما با طیارات شکاری، با راکت های دافع هوا و توپچی ها و تسهیلات انجینری مجهز میشه و کشورهایی که ما را کمک میکنن وعده سپردن که اردوی افغانستان یک اردوی با افتخار است، اردویی هست که مسئولیت های خود ادا کرده میتونه و در سطح منطقه کماندوهای ما و قطعات خاص ما کماندوها و قطعات خاص ناب است، بنابراین این اردو سرش حساب میشه، باید این اردو را اکمال کرد، باید این اردو را تقویه کرد و باید شرایط را برای پیدا کردن ظرفیت های عالی تری در اردوی ملی با وجود آورد. حالا عملیات ها جریان داره، عملا فعلا 10 عملیات جریان داره، واقعا خب ما فکر میکنم که درست است. اگر عملیات جریان داره باید نتیجه شو ببینیم، باید به خاطر آرامش مردم کار شوه. ما پیشتر هم گفتم که اگر مردم آرام باشه ما چرا بیایم اینجا صدا سر صدا کنیم؟ بسیار خوش ندارم که بیایم اینجا از گپای منفی گپ بزنیم. ما بشنوم دارم به اصطلاح فکرشان آرام میشه، جگر خون میشن. باید گپای خوب باشه، باید بیایم بگیم برای مردم افغانستان که متاسفانه ما به مو آرزو هستم که یک روز بیایم در میز بشینم و بگیم که شکر الحمدلله که امنیت و آرامی به حد کافی است و مردم در یک آرامش به سر میبره و این یک آرزوی ما سگ هر روز در یک خداوند مت یک روز بیاره که ما بیایم در مت یک میز بشینم و از آرامی مردم، از خوشبختی مردم خود گفت. حالا با این اراده حکومت، با این ساختار، با این وضعیت فکر میکنین روز فرا برسه؟ متاسفانه هرگز من فکر نمیکنم تا که اینا به خود بیاین و یک استراتژی و یک برنامه جدی را با متحدین خود که دارن با اونا بشینن و یک برنامه درست را، اگر واقعا میخوان که تروریسم در افغانستان محو کنن، اگر واقعا میخوان که جنگ در افغانستان ختم کنن، همین ریشیابی کنن، همین رو ببینن که آیا چرا جنگ ختم نمیشه، توانمندیش دارن یا ندارن. اگر توانمندیش ندارن لطفا بیان برای مردم بگین که ما توانمندی جنگ دیگه نداریم. اگر توانمندی جنگ دارن لطفا جنگ ختم کنن. آقای سلیمان اشاره کردن که
اینا سران حکومت در جنگ و در انتقال جنگ در همه موارد آگاهی دارن. پارلمان افغانستان واقعا اگر سران حکومت میدانند که اینجا باید جنگ شوه و جنگ باید اینجا منتقل شوه، پارلمان چی کاری کرده میتونه؟ پارلمان باید خاموش بشینه؟ پارلمان غیر از اینکه مسئولین بخواد استجواب کنه، استیضاح کنه، دیگه چی کرده میتونه؟ که ما این کارو کردیم، مسئولین خواستیم، مسئولین امنیتی را، و اونا هم بازم یک وعده سر وعده های گذشته یک وعده دیگه دادن، گفتن ما عنقریب عملیات تصفیه‌ای را آغاز میکنیم. پیش از این بود که ما اونا را خواستیم، گفتن بعد از این عملیات تصفیه‌ای ان شاء الله آغاز میشه، ولی تا هنوز آغاز نشد که اونا مخالفین عملیات خود آغاز کردن. اینا منتظر شدن که تا اونا عملیات آغاز بکنن، یک چند نفر اردو و پلیس بکشه، یک چند نفر بیچاره بی خانمان شوه، یک چند نفر دیگه هستی و دارایی‌ش از دست بده، باز بعد از پس اینا برن جنگ کنن، امو جرا بگیرن، امی مصرف ازی. ما فکر میکنیم که شاید دستای باشه که از امی جنگ نفع میبرن. خوش هستن که امی جنگ دوام کنه و اینا مثل یک به اصطلاح یک چیزی از اون منفعت ببرن، که امو که میگه آب خط شبه اینا خوبتر مایی بیرن. حالا بحث طالب پروری اگه اشاره داشته باشیم بانو عزیز، واقعا برخی ها با این ببرستن که حکومت گذشته باعث شد که برخی مناطق بیشتر طالبان نفوذ بگیرن، زندانی آزاد شدن و اونا مورد عفو قرار گرفتن. آیا آقای غنی واقعا راهبرد آقای کرزی دنبال میکنه و یا متفاوت است؟ این خو یک واقعیت است که در 13 سال گذشته طالبان تقویه شد توسط اگر در توسط حکومت، توسط کی؟ شما شاهد هستین، توسط موضع‌گیری های خود شخص رئیس جمهور گذشته، کابینه‌شان کلگی طالبان را حمایت کردن، پاکستان برادر گفتن، گفتن که اگر آمریکا به امرای پاکستان جنگ کنه ما در کنار پاکستان استاد میشیم. این گپای بود که چه افغانستان تاریخ قضاوت خود داره. آقای غنی کدام اجازه بدید ما براتون بگیم که تمام مشکلاتی را که امروز در افغانستان وجود داره کلش از برکت حکومت گذشته است. اگر حکومت گذشته صادقانه کار میکرد به وطن، اساس و بنیاد قوی میساخت، هیچ وقت کلخ ماندن سر آب تیر شدن. حالا کل شاریدگی یک نظام از هم پاشیده است و متاسفانه این حکومتی هم که به وجود آمد یک حکومت قوی نبود، یک حکومت سازشی، یک حکومت مصلحتی، یک حکومتی که به خاطر اشخاص افراد خفنش کلگیش آوردن نامش ماندن حکومت وحدت ملی. حالا بخواد یکش یک کاری بکنه دیگهش مخالفت میکنه. باید اگه یک حالا ببینید اگه یک قماندان امنیه مقرر میشه، باید از که رئیس جمهور، رئیس اجرایی هم چون کی بین هم بشینن بگن فلانی خوب است، یعنی وقت محکم از بانو عزیز واقعا جلای وجود داره در وطن. حالا راه را که آقای غنی پیش گرفته، آقای عبدالله، متفاوت است از راه حکومت قبلی و یا امور است؟ خب یک اندازه متفاوت است، چرا موضع‌گیری و سیاست خارجیشان در قبال افغانستان که در بیرون موضع‌گیری دارن، اما هر دو در کابینه حکومت قبلی بودن. بله بودن، درست است، ولی تصمیم گیرنده درجه اول دیگه کس بود؟ سپاسگزارم. در اون وقت کسانی که طالبان را از حکومت از زندان‌ها رها کرد کی بود؟ مردم افغانستان میفهمه. طالبان را حمایت کرد کی بود؟ مردم افغانستان میفهمه. خب اونها بودن که طالبان را تخریب کردن و اینا هم اوت مبارزه که مردم توقع داره که باید این حکومت بکنه، متاسفانه این هم به مشکل روان است. جناب اصولی، واقعا راه حل جنگ افغانستان چه است و چگونه میشه به زودترین فرصت حداقل مردم افغانستان، کسانی که بر حکومت افغانستان میخوان کار کنند، چگونه میشه راه حل پیدا شه؟ واقعا گوری اصلا موضوع دست ده چی پو وجنو ده افغانانو پو وجلو بند سول نرازی. زموگ وردو ریختی هم یا پیاور وردو ده، زموگ زوانان سقل سرون خیندی ده، باید افغانان هیر نکی. خو یوا موضوع زوایم چی روس پلوی حکومت که کوم پاوچ موږ درلود، د مجاهدینو په وړاندې جنگیدل، هغوی هم هیر کړل. څوک چې شهیدان شوي دي، مجاهدینو خپل شهیدان هیر کړل، او اوس هم په دې اردو کې څوک جنگیږي هم د اوس شهیدان کیږي، اولادونه یتیم پاتې کیږي، څوک یې پوښتنه نه کوي. زه وایم افغانان دي دواړه خوا، د دې پوښتنه هیڅوک نه کوي. د افغانانو په وژلو باندې سوله هم نه راځي. اردو چې په ورځ کې 100 نفر او 200 نفر کسان طالبان ووژني، بیا هم سوله نه راځي. طالبان چې راجیږي، چې په سلهاو کسان اردو شهیدان کې، بیا هم سوله نه راځي. زه دلته یو چیز ته اشاره کوم، زموږ باید د جنگ بنسټ وګورو، د تروریزم بنسټ وګورو. چې د اما حکومت افغانستان بارها صلح اعلام کرد، مخالفین نه پیوستن. خو اصلا موضوع دغه ده چې ول اصلا بنسټ د تروریزم او د جګړې چیرې ده؟ هغې ته باید موږ وګرځو. زموږ حکومت باید په دې باندې مکس وکړي چې اصلي ریښه په پاکستان کې ده، او د پاکستان پلار څوک ده؟ امریکا او انګلیس ده. هغه امریکا او انګلیس ګوره لږ سپین او په قط ولاړ مسایل سره وایو، که چیرې امریکا او انګلیس وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، په دوه ورځو کې سوله راځي. په پاکستان فشار راوړي، عقلن که فشار نه پی راوړي، خپل میلیاردونه ډالر چې دوی سره مرسته کوي هغه خود قطع کی،
اوس هم د کانګرس مسله چې راجیګه شو یو څو کسان سره کېناستل اوس هم پاکستان خپل حالا تا چه زمان واقعا اجماع ایجاد خواهد شد که جنگ افغانستان باید ختم شه واقعا نزدیک است و یا ادامه داره زما پند باندې ترڅو چې امریکا په سیمه کې نه یوازې دا چې په افغانستان کې په سیمه کې ترڅو چې امریکا خپل اهداف ته ونه رسیږي ترڅو چې همدغه افغانان چې ما او تا یو طالب او اردو یو هر څوک چې یو تر څو چې زموږ عقل سر ته رانشي او د بل چا د لاسه له ووسو تر هغې به موږ وژل کیږو یو بل به سره وژلوبرویږو کره کیږو به سپاس بسیار زیاد تشکر از حضور شما مهمان عزیز در بحث و سپاس از شما بیننده های محترم که بحث را تا آخر دنبال کردید وقت بر شما خوش خدا نگهدار